37 نمایشگاه اتومبیل های قدیمی در پاریس آغاز به کار کرد. در نمایشگاه امسال 350 شرکت کننده با مجموعه ای از موتورسیکلت ها و اتومبیل های قدیمی و با ارزش حضور دارند. نمایشگاه یک موزه از تاریخ اتومبیل سازی و خودروهای حفظ و نگهداری شده است و از طرفی بازاری برای خریداران و فروشندگان حرفه ای. امسال ستاره نمایشگاه کلکسیون پیتر مولن است که با 10 اتومبیل فرانسوی از لس آنجلس شرکت کرده. می‌خواستیم این نمایشگاه با ارائه اتومبیل‌های فرانسوی اعتبار بالایی داشته باشد. در ضمن اینجا تعداد زیادی از فروشندگان حرفه‌ای با اتومبیل‌های زیادی برای فروش حضور دارند. اتومبیل‌ها اغلب منحصر به فرد هستند و بین فروشندگان رقابت زیادی سر عرضه زیباترین اتومبیل وجود دارد. نمایشگاه اتومبیل قدیمی جایی است که حتی اگر علاقه‌ای به اتومبیل نداشته باشی چیزهایی برای دیدن وجود دارد. نوستالژی را زنده می کند. و این مجموعه کلکسیون پیتر مولن با 10 اتومبیل قدیمی از آمریکاست. او سرمایه‌دار و مجموعه دار آمریکایی است که شیفته اتومبیل‌های فرانسوی به خصوص دوران دهه 20 و 30 میلادی است. من اتومبیل های فرانسوی را دوست دارم، برای اینکه به نظر من به خصوص در اتومبیل هایی که قبل از جنگ ساختند نهایت کارایی، طراحی و مهندسی را به کار بردند. یک جور تندیس های متحرک هستند. به محض اینکه اتومبیل های قدیمی فرانسوی را دیدم شیفته آنها شدم و از آن وقت به بعد به نظرم چیز دیگری به این زیبایی نیامد. پیش بینی می شود 90,000 نفر از این نمایشگاه 5 روزه بازدید کنند. بعضی ها برای تماشا و بعضی ها هم خریداران جدی و حرفه‌ای اتومبیل. 80 اتومبیل و موتورسیکلت نیز به مزایده گذاشته خواهد شد. مسلم است که گرانترین اتومبیل اینجا فراری 250 جی تی کالیفرنیا با سقف تاشو است. این فراری ساخته سال 1959 و صاحب آن جورج وادیم است. تنها 70 فراری از این مدل ساخته شده. اتومبیلی برای دوران موج نو با بریژیت باردو، ژان پل بلموندو و آلن دلون. آن وقتا همه دوست داشتن کالیفرنیا داشته باشند. جانی هلیدی، آلن دلون و همه هنرپیشه‌های درجه یک. این اتومبیل ستاره نمایشگاه است و پیش بینی می‌کنیم 3 میلیون یورو به فروش برسد. همچنین فراری مدل F 40 متعلق به سال 1989 که مال نایجل منسل بود. این اتومبیل هدیه انزو فراری به نایجل بود که خیلی زود آن را فروخت. یک اتومبیل قبل از جنگ هم داریم، اتومبیلی که در آن دوران از رولز رویس هم مجلل‌تر بود و از سال 1918 متعلق به خانواده میشلین و در اصل شرکت میشلین بود. ceux qui ont financé justement la firme Michelin. نمایشگاه اتومبیل‌های قدیمی یا رترو اتومبیل فرصتی برای دیدن و چرخیدن غرفه‌های تزئینات و لوازم ریز اتومبیل هم هست. بله، رترو اتومبیل رویدادی برای دوستداران موتورسیکلت ها و اتومبیل های قدیمی، کسانی که در به در دنبال قطعات یدکی که در بازار نیست و کسانی که آماده خرج کردن مبالغ گزاف برای اتومبیل رویایی خود هستند.